عذرخواهی رسمی شرکت پابجی از مسلمانان. سلام دوست عزیز، خوش آمدین با یکی از ویدیوهای چنل دیگر تکنولوژی روز و خبر بسیار مهمی که همین لحظه به دست خود من رسید و خواستم هر چیز زودتر به شما یک ویدیو نشر بکنم. دوستای خوبم، قبل از تماشای ویدیو بین دوستای خوبم دکمه سابسکرایب بزنین و زنگولش هم تیک کنین و لایک ویدیوم فراموشتان نشه. دوستای خوبم، اگر میخواین که مزید سب ویدیو را نشر بکنم، پس لطفا مرا حمایت بکنین تا من بتونم بهترین اخبارا را بر شما درست بکنم درباره گیمینگ دنیا. خب دوستان، میایم راجع به موضوع خود، زیاد پر حرفی نمیکنیم. به گزارش شرکت پابجی، نسخه جدید پابجی به دلیل خشم درخواست مسلمانان حذف میشه، که بازی پابجی از جمله بازیهایی است که به خشونت و قتل تشویق میکنه و روانشناسان ایرا به قتل و خشونت تشبیه کرده، یعنی اشاره به موسو کرده که گفته این بازی تاثیر میگذاره روی کودکان و جوانان. دوستان خوبه، البته قبل از این دوستان خوبم یک چیز را بر شما بگم که همه ما مسلمان هستیم، شکر خدا. ما فکر نکنم که بیای هیچ یک کافری بیای ویدیو رو ببینه، همگی ما از کشورهای آسیا هستیم، مسلمان هستیم، در تمام نقاط دنیا مسلمان وجود داره. و این پیام هم خواستم ما بر شما نشر بکنم که در آخر پابجی ببینن که چی گپا میشه. در آخرین نمیدانم آخرین مرحله پابجی چی است، ولی خود شرکت پابجی در این قسمت بر شما واضح گفته. خب میریم ادامه میدیم. پیش از این تعداد از والدین ها خواستار ممنوع از این بازی شدن. البته یک بازی دیگه هم هست به نام فورتنایت، یک بازی دیگه هم هست به نام شب نیمه، دوست نیمه را هم یک نام داره دوستای خوبم، که گفته هر دوی از این بازی مردم و یا جوانان و کودکان تشویق به مانند حمل سلاح، قتل و خشونت تشویق میکنه، که البته ایره روانشناسا گفتن. بخصوص این بازی در دستگاه های آیپد و تلفن های هوشمند وجود داره، که مهمترین بحث همینجاست که خانواده ها گفته چرا در تلفن و آیپد و گوشی های هوشمند بازی میشه. خب باشه بحث خودشان، اما نسخه جدید پابجی از بازیکنان میخواهد. این نقطه را دوستان کمی به دقت گوش بکنید ببینید من چی میگم. در نسخه جدید پابجی از بازیکنان میخواهد که برای به دست آوردن ابزاری که بر رسیدن به مرحله پایینی بازی کمک میکنه سجده کنند یا در برابر بت‌ها تعظیم کنند. این مسئله خشم شماری از مسلمانان جهان را برانگیخته است. دوستان خوبم، هر کس میگه که خبر دروغ است، آزادانه میتونه بره در گوگل سرچ بکنه ببینه که چقدر آمار از این گپ در مسترچ گوگل میه. بر علاوه از این شما میتونید صفحه رسمی تویتر پابجی رم ببینید که مسلمانان گفته باید این کار از بازی پابجی حذف شود، که به همین اساس شرکت پابجی شروع کرده به حذف نسخه جدید یا اقدام کرده و یک با انتشار یک بیانیه بسیار سخت که بسیار سخت عذرخواهی کرده از بازیکنان مسلمان و احترام خود را نسبت به همه ادیان دنیا اعلام کرده است. دوستای خوبم، یعنی به تمام دینای دنیا یا احترام دارن و احترام خود را حفظ میکنن. و جا داره که بگویم پلیر نوینز بیتل گراند، امی کسی که بازی ویدیوی چند نفره را جور کرده، در استودیوی بلو هول ایرا ساخته و شرکت پابجی هم برای مایکروسافت ویندوز و ایکس باکس وان در تاریخ 22 دسامبر 2017 و شرکت مایکروسافت در 12 دسامبر 2018 برای پلی استیشن 4 منتشر کرد. این گپ به این خاطر گفتم دوستان خوبم که دوستان ما در بخش کامنت گفته بودن که برای مایکروسافت ویندوز در کدام سال آمده و برای پلیستیشن در کدام سال آمده، و نسخه مخصوص گوشی های اندرویدی و آی او اس هم در سال 2018 در البته در وسط های 2000 سال 2018 توسط شرکت تنسنت منتشر شد. دوستای خوبه، خواستم این خبرم با شما دوستا شریک بسازم دوستای خوبه، و امید است که شما می ویدیو را بیاین با دوستایتان هم شیر بکنین و اونا را هم آگاه بسازین، تا اگر در طور یک مرحله سرخورده این میتونین در فیدبک پابجی پیام ارسال بکنین و از این کار جلوگیری کنین. دوستای خوبم، همه ما مسلمان هستیم، هیچ کدام ما خوش نیستیم به این کار. من شوکه زده شدم، از این خاطر آمدم این ویدیو را برای شما نشر کردم. بازم یادآوری میکنم که سابسکرایب کنین ما را دوستای خوبم، زنگوله پلوی سابسکرایب هم روی همه قرار بدین تا هر چی ویدیویی که اپلود میکنم شما را یوتیوب زود کده مطلع بسازه و بین ویدیوی مرا
تماشا کنه دوستای خوبم. این هم بود ویدیوی ما. خدا کنه که از این ویدیو یک چیز بر شما موصل شده باشه و 100% هم موصل میشه، چون یک خبر بسیار داغ است البته در تمام شبکه های اجتماعی. شما را تا ویدیوی بعد به الله پاک میسپارم. تا ویدیوی بعد، خدا حافظ.